سلام، به نخستین برنامه با مهاجرین از نیلم خوش آمدین. من فاطمه رسا هستم و میتونین پس از این از آن سوی مرزها از اوضاع و احوال مهاجرین ما در کمپ ها و بالخصوص کسایی که از افغانستان به خاطر ناامنی ها، مشکلات، حالا هر آن چیزی که بوده دست به مهاجرت زدن و از این کشور فرار کردن به نحوی میتونیم بگوییم و این نخستین برنامه هست و خوشحال هستیم از اینکه نخستین برنامه را از سوئیس آغاز میکنیم با آقای اسماعیل شهامت که اینا مسئول پیشین دفتر فارسی بی بی سی در کابل بودن. سلام بر شما، خوش آمدین. بین از اینجا آغاز کنیم که تعداد افغانها و مهاجرینی که در سوئیس هست به چه تعداد است؟ چون بیشتر کشورها هستن که چون پذیرش دارن و افغانها میتونن در اونجا بیشتر برن و امکانش هست، حالا خود با آب و آتش میزنن. از بودن افغانها در سوئیس بر ما قصه کنین که مهاجرین زیاد هستن، کم هستن، بیشتر طبقه جوان ها هستن، کسایی که محسن هستن، در کدام طبقه بیشتر هستن؟ خب در سوئیس مثل سایر کشورهای اروپایی تعداد افغان ها زیاد است. بر اساس آمارهای رسمی حدود 20,000 مهاجر افغان، عمدتاً البته جوان، در کشور سوئیس ساکن هستن که از تعداد درصد کلان اونا، یعنی حدود 80-90% پذیرفته شدن و درصد کوچک، یعنی در حدود 4% در جواب منفی دارن و یک چیز در حدود 6% در جواب سیاسی دارن، به معنی که پناهندگی سیاسی هستن. بسیار خوب. پروسه کاری و بررسی که از افغانستان وقتی مثلا میایند وضعیت دیده، چون در افغانستان میفهمیم که بخصوص برای رسانه ها در مجموع و بیشتر مردم اگر بگوییم که وضعیتشان در افغانستان از لحاظ امنیتی بسیار خراب است، شما هم چون قبلا خودتان در رسانه کار کردین دقیقا شاید بدانین، چگونه از حالا پذیرش با وضعیت کرونایی که وجود داره پذیرش چگونه است؟ میپذیرن از افغانهای مهاجری که میرن به اونجا درخواست میتن؟ شرایط خیلی سخت شده. اول که شرایط سال 2016 به بعد، زمانی که اتحادیه اروپا با ترکیه و یونان توافقنامه همکاری امضا کرد، شرایط از اون زمان سخت شد. به خصوص اینکه اتحادیه اروپا به ترکیه یک مبلغ خیلی کلان سالانه میپردازد تا اینکه مانع ورود مهاجرین، مخصوصا مهاجرین افغان، به اتحادیه اروپا شوند. و در کنار او، خب اگر مهاجرین بتوانند از سد مرزهای ترکیه عبور کنند به یونان برسه، از یونان گذشتنشان به کشورها و شهرهای اروپایی بسیار سخت و مشکل شده. و محدودیت هایی که بعد از کرونا، یعنی در یک سال و خورده گذشته وضع شده، این محدودیت ها هم باعث شده که عبور و گذشتن مهاجرین از مرزهای یونان بسیار سخت شده. با اون هم با وجود این همه قیدات و سخت گیره ها و شرایط خیلی خیلی سخت، تعداد هم میتونن از مرزها به صورت قاچاق با پرداخت بسیار هزینه سنگین به شهرهای اروپایی برسن. اینجا که برسن، خب البته شرایط باز چه میتونه فرق کنه. بسیار خب، بین از دی صحبت کنین کمپ هایی که در سوئیس هست به خاطر افغان ها و در مجموع مهاجرینی که میاین به سوئیس چگونه است؟ چون بیشتر کمپ ها هستن که وضعیتشون بسیار زیاد خراب است، از لحاظ صحی کرونا هم ما اشاره کردیم، از لحاظ امکانات. بین از دی صحبت بکنین که در سوئیس کمپ ها هستن چگونه هستن، وضعیت افغان ها در قسمت چگونه است، اگر شما معلوماتی دارین. پاسخ به سوال قدیم قسم کار توضیح بیشتر بتون. بر اساس توافقنامه که در جنوری یا در کل بگیم سال گذشته بین اتحادیه اروپا و همینطور یونان امضا شد، قرار است که تصمیم های بسیار کلان راجع به سرنوشت مهاجرین در کمپ های یونان گرفته شود. به این معنی که اگر مهاجرین و پناهجوی بتون از ترکیه موفق شود به یونان برسند، اونجا در مورد سرنوشت اونا تصمیم گرفته میشه و به این معنی که اونا که قبول میشن امکان داره که به بعض کشورهای اروپایی توزیع شون. اونا هم که رد میشه خیلی سریع برگردانده میشن به کشورهایی که از اون کشورها آمدن. منتها شرایط در کمپ ها و مراکز پناهندگی در کشورها و شهرهای اروپایی خوب چه هست؟ شرایط کمی بهتر است. البته مخصوصا بعد از اینکه چه شده، یعنی قیداتی که بعد از سال 2016 و همینطور قیدات مرتبط با کرونا وضع شده، تعداد کسایی که به اروپا و شهرهای اروپایی میرسن و در کمپ ها جابجا میشن تعدادشون کمتر شده. منتها از لحاظ امکانات و رسیدگی به پناهجویان شرایط کمی بهتر است. اینجا در کمپ ها در کنار برنامه های مختلفی که برای ادغام و
ادغام مهاجرین با جامعه داره، برنامه آموزشی، برنامه آموزش زبان و همینطور آموزش حرفه و فن هم چه داره روی دست داره. بسیار خوب، بین از وضعیتی صحبت بکنین که وضعیت تحصیل، وضعیت کار و بار برای افغان‌ها در اون قسمت چگونه است؟ کسایی که در کمپ هستن آیا اجازه ایره دارن که کار بکنن و فعالیتی بر زندگی خودشان داشته باشن و یا خیر، یعنی آزاد هستن یا محدود هستن که فقط باید در کمپ باشن و در کمپ میتونن کار بکنن؟ شرایط فرق میکنه، شرایط کشورها فرق میکنه، گرچه تمام اتحادیه اروپا، تمام کشورهای حوزه اتحادیه اروپا سیاستی یکسان و یک دست در قبال مهاجرین و پناهجویان داره، اما بعض کشورها مثل سوئیس سیاست های خاصو داره. مثلا سیاست سوئیس در قبال کار و آموزش پناهجویان سخت داره، اینجا باید یک مهاجر جواب حداقل جوابی اینجا بهش اف میگه به معنی که پناهندگی اجتماعی داشته باشد، بعد اجازه کار داره. اجازه کار داره. چرا کشورها فرق داره؟ ولی خب از کشورها هم هست دستان خیلی مهاجرین تازه کاملا پذیرفته نشده اجازه کار نداره. بیشتر از دو سال بر ما، چون قبلا این موضوعات ما با کسایی که بیننده ما اصلا شریک ساخته بودیم، در قسمتی بسیار شکایت داشتن و گله داشتن کسایی که کیس انداختن، حالا یا اگر کیس نامزدی بوده یا ازدواج بوده و یا هر آن کیس دیگه ای که داشتن، اینا گفتن در قسمت پذیرش ما به خصوص بعد از اینکه کرونا و وضعیت کرونا خراب شده، پذیرش بند شده یا دیر زمان امکان داره که ما بتونیم که سفر داشته باشیم. حالا شما در مجموع بر ما بگوین که چه گونه از وضعیت پذیرش با آمدن کرونا واقعا همه قسم یک گپ هست و یا خیر؟ بله، با آمدن کرونا اصلا در مجموع بر کار ادارات تاثیر گذاشته. تعداد کسایی که سر کار حاضر میشن نسبت به دوره قبل از کرونا خیلی محدود و کمتر شده. به همین اساس روند رسیدگی به پرونده و دوسیه کسایی که متقاضی پناهندگی هستن هم چه شده؟ یعنی پایین تر آمده؟ بناهن چه هست؟ طبیعیستی کسایی که اینجا میانین نسبت به زمان گذشته، یعنی یک سال پیش، زمان بیشتر رو باید در کمپ ها منتظر بمانه تا با دوسیه اونا رسیدگی بشن. بسیاری کشورها جمله سوئیس از مارچ 2019 بر اساس یک سیاست جدید روند رسیدگی به پرونده یا دوسیه پناهنده ها را چه کردن؟ تسریع بخشیدن، به این معنی که تا 144 روز تکلیف و سرنوشت یک مهاجر یا متقاضی پناهندگی باید روشن شد. بسیار خوب، در مجموع شما چون خودتان در سوئیس زندگی میکنین و هستین، بیاین از مشکلاتی که حالا اگر از قلم ما جا مانده شما صحبت بکنین، آنچه مشکلاتی که هست در مجموع به خاطر مهاجرین به خصوص مهاجرین افغان صحبت بکنین بر ما. مشکلات خیلی زیاده. اولی که کسایی که از مخصوصا از افغانستان میآیند، تعداد زیاد از اونا از روستاها میآیند، به این معنی که سواد مادر یا سواد ابتدایی خواندن نوشتن اکثرا ندارن. بله. اینجا آموزش زبان برای کسایی که سواد زبانی اصلی را نداره اینقدر سختی میکنه. وقتی که زبان به سختی یاد میگیرن، اینا در روند ادغام و یافتن کار و همینطور هضم شدن و زاغ شدن یا در واقعی که ادغام شود در جامعه، کار برای خود پیدا کنه و با جامعه مهمان یا میزبان ارتباط برقرار کنه، شرایط برای اینا سخت میشه. این باعث میشه یعنی می مجموعه به سمت انزوا، گوشه‌گیری ناصاف پیدا کنه و در نهایت هم دچار چی میشه؟ سرخوردگی و همینطور افسردگی زیاد میشه. و بعد مشکلات های دیگه هم هست برای خانواده هایی که اینجا می آیند. ببین خانواده هایی که اینجا می آیند، تلاش جامعه میزبان و همینطور کشورهای پذیرنده ایست که این خانواده ها با همه ایشان یک رقم جذب و ادغام شود در جامعه. ولی والدین نگاه یک نگاه داره، نگاه نسبتا سنتی و نمود دیدگاهی که در افغانستان داشتن، اما بچه هایشان که مکتب میرن و با دیگه متعلمین و دانشجو یا دانش آموزا اعتبار برقرار میکنن، خود نگاه کاملا متفاوت پیدا میکنه. لذاست که نمی تناقض و یا در واقع تضاد دید نسبت به وضعیت باعث میشه که بسیاری خانواده ها دچار مشکل میشن. یک سختگیری در درون خانواده و کار و یا آموزش در جامعه باستر، اینا مشکلات هایی هست که اینجا وجود داره. مشکلات های دیگه هم هست مثل زبان، ببخشید، مثل مذهب، مثل کلتور، فرهنگ. مشکلات های دیگه هم هست که نگاه و باورهای ذهنی ما نسبت به جامعه فردی. خیلی کسا هست با مدت دیدگاهی کاملا منفی که نسبت به غرب و دیدگاهی
دنیا و جهان غرب داشتن وارد این کشورها میشن. بزاستگین مشکلات هایی هست که یک مطار ربند ادغام و همینطور همگرایی مهمان و میزبان رو دچار مشکل نسازن. بسیار خب، بین از این صحبت بکنیم که بیشتر از جوانان هستند با وضعیت دشواری که در افغانستان هست، کرونا از یک طرف، جنگ از یک طرف، مسئله صلح هم که از یک طرف، و در مجموع زندگی کردن برای جوانی که در افغانستان میخواد بسیار مشکل است. شما بین از این صحبت بکنید که راه ساده‌ای که نو میتونن کسب بندازن و یا میتونن که یک راه قانونی و درستی را که بتونن مهاجرت داشته باشن چگونه است و خود به این آب و آتشی که از راه قاچاق هست و غیر قانونی از راه میرن. همانطور که در شروع گفتم رسیدن تا اروپا، تا شهرهای آرام و امن اروپا بسیار سخت شده. مثل گذاشتن از هفت خانه رستن، یعنی یک کس بخواد از کابل حرکت کنه تا بیاید به سوئیس برسه، اول که ماها را وقت میگیره و دیگه یک اصلا رسیدنش بسیار سخت شده. و راهی فکر کنم که خیلی سخته. یک مهاجر اصلا سیاست کلی پناهندگی است که از کشور مبدا نمیشه درخواست پناهندگی بده. باید متقاضی پناهندگی در یک کشور سالس مثلا ترکیه یا کشورهای مثل ایران شاید یا هند، پاکستان، باید از کشور سالس درخواست پناهندگی بده اگر مستقیم نمیتونه تا کشوری که مهاجر است خودش برسانه. اما خب من میدارم شرایط خیلی سخت است، شرایط در افغانستان بسیار سخته. همینطور که شما مطرح کردید خیلی کسای دیگه هم از فعالین رسانه‌ای، فعالین جامعه مدنی در تماس هستن، میپرسن که شرایط چطور است، چطور میتونیم از دیر بحران و کابوس در افغانستان از خارج شویم. پاسخ ما ایست که واقعا سخته، ولی خب اگر باید مقاومت کنیم، باید کوشش کنیم که در افغانستان بمانیم. اما اگر شرایط بعد سخت میشه که زندگی ما، جان ما در خطر میفته، حداقل خود رو تا کشور سالس برسانیم، مثلا ترکیه یا یک جایی که از اونجا بتونه درخواست پناهندگی بدیم. اما از افغانستان مشکل است، مگر اینکه یک کیس کاملا متفاوت باشه، یک تهدید کاملا جدی باشه که یک نفر در یک از سفارتخانه ها و در دفاتر بین المللی در کابل اونجا خودشان رو برسانه و درخواست پناهندگی بده. بسیار مشکل. آقای شهامات، شما بین از خودتان صحبت بکنین. شما مسئول دفتر فارسی بی بی سی در کابل بودین، چی شد که شما به مهاجرت رو آوردین و در سوئیس رفتین؟ حالا شما به خاطر کار و بار رفتین یا مسئله زندگی هست و میخوایم روی موضوع شما بیشتر صحبت بکنین؟ شاید هیچ کس، شاید کمتر کسی اندازه من علاقمند به کار در افغانستان باشه. من در سال 2006 و 2007 دو ماه آلمان بودم برای با ویزشنگن با یک در یک برنامه آموزشی. فرصت خیلی خیلی به مراتب بهتر از حالا داشتم که در یک از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی بود. زبان، یعنی معاش گرفتم شاید یک دهم یا یک بیستم معاش فعلی من نبود. مطابق گشتم در افغانستان حدود 14 سال 15 سال در افغانستان ماندم و کار کردم و حتی بعد از اون هم در کشورهای زیاده رفتم، اما برگشتم در افغانستان چون علاقه من به کارم بودم و هنوزم علاقه من به کار رسانه‌ای هستم. اما متاسفم شما میز تلفات خبر نگاهان رسانه‌ای مدنی هر سال نسبت به سال قبل بیشتر شده میده. اگر سال 2018 و سال 2016 به این طرف نگاه کنیم، به طور اوسط هر سال 15 تا 10 خبرنگار متاسفانه کشته شده و همین امسال ما شاید حملات هدفمند علیه خبرنگارا بودیم و همین چند روز قبل هم شاید تهدید طالبا و همینطور برخورد کنه دیگر علیه خبرنگارا بودیم. من شخصا یعنی شرایط برایم آنقدر سخت شد که دیگه مانده بودم بین ادامه کار و قربانی شدن و یکی نه جان خدا باید حفظ کنم از یک جای دیگه و چیزی که بخواییم با کاری که علاقه دارم از فعالیت بدم. بله بسیار خوب. بیاین در آخر آقای شهامت تشکری باید بکنیم از اینکه وقت گذاشتین برای ما. در آخر اگر صحبتی داشته باشین، گفتنی داشته باشین برای ما و میخواییم بشنویم در مجموع اگر صحبتی جا مانده. نظر من است که همه ما، یعنی تمام مردم افغانستان به خصوص فعالین رسانه‌ای، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق بشر، حقوق زنا، در یک شرایط هستم که باید بین کابوس دوران طالبان و سیاهی و جهالت او دوران که 20 سال پیش در افغانستان حاکم شده بود و شرایطی که
ما را حداقل با تحمل این سختی‌های فعلی سوق میده به یک دنیایی که در او حداقل چشم‌انداز روشن‌تر از آینده افغانستان وجود داره بیم تصمیم بگیریم. من فکر میکنم که بهترین کاری که فعلا ما میتونیم برای اینکه دوچار علمو کابوس قبلی نشیم و یک دشکر سیاهی که جز نفرت، جز تعصب، جز قتل و کشتار و زمین سوخته و چیزی برای ما برمغان نمیاره، بیایم همسو شویم، بیایم در رسانه‌های اجتماعی و هر کس از هر جا از هر فرصت که در اختیارش است استفاده کنیم. در شرایطی که نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک می‌کنه و جامعه جهانی تا حد به افغانستان از لحاظ کمک‌های نظامی پشت کرده، هرچند ناتو و آمریکا وعده داده که حمایتشان از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می‌ده، ولی نمی تصمیم برای خروجی کامل نیروهای بین‌المللی باعث شده که یک مقدار سرخوردگی، ناامیدی و تصویر بدی که ما از آینده داریم تخبیت شده. دلگاهی من ایست که برای اونایی که تصمیم داره از افغانستان خارج شده و اونایی که هستند و فعالیت میکنند، بیاییم همه دست به دست هم بدیم، فضا را به سمت پیش ببریم که انمی سایه ناامیدی کمی کمتر شود، مردم نسبت به آینده افغانستان، نسبت به زندگیشان امیدوارتر شود. و چون یک بخش جنگ ما با طالب جنگ تبلیغاتی است، طالب به شدت از تمام امکانات که داره برای خورد کردن روحی مردم افغانستان استفاده میکنن، از یک طرف بر حملاتشان در مناطق غیر نظامی بر نیروهای افغانستان میافزاین، از اون طرف تقریبا رسانه‌ها فضای اجتماعی را تا حد اشغال کردن، در بخش پروپاگاند، در بخش تبلیغات بسیار بسیار قوی عمل میکنن و متاسفانه تعداد زیاد از کاربرای شبکه‌های اجتماعی خواسته یا ناخواسته در راستای هدف کار ما کار میکنیم. خواست ما از همه ایست که بیاییم چه کنیم، یک تصویر بهتر از آینده افغانستان ارائه کنیم، به نیروهای خود و مردم خود امید بدیم و این امیدواری رو بدهیم که ما میتونیم از این مرحله عبور کنیم و به یک فردای بهتر و امن‌تر و صلح‌آمیزتر برسیم. سلامت، تشکر میکنیم از شما، یک دنیا تشکر از اینکه وقت گذاشتین. حتما در برنامه‌های بعدی و ویدیوهای بعدی باز هم تقاضا میکنیم که همراه ما همکار باشین و روی جزئیات و مشکلات پناهندگان و کسایی که مهاجر هستند در سوئیس برای ما بیشتر معلومات بدین. تشکر از شما. سلامت.